به دنبال 45 سال زمامداری قشر معمم در ایران تا کجا معتبر و محترم مانده؟ روحانیتی که زمانی قطب نما و مرجع توده‌ها بود اکنون کجا قرار داره؟ رویاروی روحانیون و جامعه مدنی در ایران راه به چه سرانجامی خواهد برد؟ در صفحه 2 بی بی سی بررسی خواهیم کرد. با من داریوش رجبیان، زنده از لندن. درود بر شما، امیدوارم زمان به کامتون باشد. ماجرای برخورد یک زن جوان با یک مرد معمم در درمانگاه قرآن و عطرت شهر قم این روزها سر زبان هاست و دریایی از واکنش ها رو برانگیخته. حتما تصاویر اون رو شما هم دیدین. این تصاویر اولین بار در ایران اینترنشنال پخش شده که یک مرد روحانی از یک زن جوان به اصطلاح بی‌حجاب که نوزادی در بغل داشته ظاهرا تصویر برداری میکنه و با وجود اصرار اون زن حاضر نیست اون تصاویر رو از گوشیش پاک کنه. گوشیش رو میربایند، عبا و عمامه این آخوند بر زمین میافکنند، تا اما خود او به دنبال تلفن همراهش با افراد مختلف دست به گریبانه. یک نماینده مجلس و همینطور مشاور ارشد وزیر ارشاد اسلامی ایران از تصویر برداری این روحانی از زن بیروسری دفاع کردند، در حالی که در شبکه‌های اجتماعی حمایت از آن زن همچنان موج میزنه. هزاران فرسته یا پست با هشتگ ما سلیت این در فضای مجازی منتشر شده و میشه. خود کاربرد و بار معنای همین واژه سلیته هم به بحث گسترده ای دامن زده. اما مهمتر از اون تقابل میان روحانیت و جامعه مدنیه، یعنی رویاروی مردم با کسانی که پیش از انقلاب 57 جایگاه حکومتی مستقیمی داشتند و پس از انقلاب به دلیل نقش مهمی که در اون انقلاب 57 داشتند کمتر شغلی باقی مونده که به دست این قشر حاکم نیافتاده باشه، از مقام‌های مهم دولتی و کشوری گرفته تا پست‌هایی در آموزش و پرورش و عرصه نظامی، اقتصادی، فرهنگی و کلاً همه چیز. ولی اکنون نمایندگان این قشر حاکم در میان مردم چه جایگاهی دارند؟ اگر همچنان معتبر و محترم نیستند، علت این موضوع چه هست؟ این پرسش ها رو با مهمانان برنامه در میان خواهم گذاشت. در این برنامه شهلا شفیق، نویسنده و جامعه شناس از پاریس فرانسه با ماست. رضا انصاری راد، پژوهشگر فقه و حقوق اسلامی در تهران که پیشتر معمم بوده قرار هست که با ما باشه، ولی فعلا داریوش محمدپور، پژوهشگر علوم سیاسی از کلگری کانادا رو داریم که در ارتباط زنده با ماست، و همینطور اینجا در استودیو همکارم ترانه فتح‌علیان که شبکه‌های اجتماعی رو مرور میکنه. ترانه، میخوای اول از خودت شروع بکنم؟ درود میگم به همگان، همه مهمانان، و خوش اومدید به این برنامه. ولی ترانه، از سه روز پیش که این ویدیو منتشر شد میبینیم که در شبکه‌های اجتماعی واقعا قوقا به پا کرده، هزاران هزار واکنش ها دریافت میشه و دیده میشه در شبکه‌های اجتماعی مختلف. به نظرت نظر غالب چه هست؟ یعنی چه میگن در این واکنش ها؟ داریوش، در هفته ها و شاید ماه های اخیر کمتر ویدیو و یا موضوعی بوده در شبکه های اجتماعی که انقدر بازتاب و انقدر بازخورد و انقدر واکنش به دنبال داشته و مردم رو تا این حد خشمگین کرده. به نظر میرسه که مسئله یک زخم کهنه است که هر بار با یک اتفاق این شکلی سر باز میکنه و خشم مردم بار دیگه شعله ور میشه. واکنش ها از همون لحظات اولی که این ویدیو منتشر شد بالا گرفت، موافقان و مخالفان زیادی رو به دنبال داشت و فضا دو قطبی شد. صدای حمایت از اون زن در درمانگاه بسیار بلندتر از صدای مخالفان و صدای طرفداران حکومت بوده. اون صدایی که به نظرت خیلی کمتر میومد، صدای حامیان حکومت، چه بود دقیقاً؟ چه میگفتن؟ چه استدلالی داشتن؟ اونا بر همون اصل امر به معروف و نهی از منکر معتقدن که این فرد داشته وظیفه‌شو انجام میداده. البته این رو هم بگم، خب منتقدان به این دیدگاه میگن که از جمله محسن برهانی حقوقدان میگن که این فرد امر به معروف نهی از منکر نمیکرده، داشته پرونده سازی میکرده. ولی اونها دارن میگن که به هر حال این یک موضوعی که در جامعه در جمهوری اسلامی جا افتاده و اون فرد داشته وظیفه خودش رو انجام میداده و
هشتگ سلیته رو به راه انداختن که بعد از اون حالا بهش برمیگردیم به هشتگ ما هم سلیته هستیم یا ما سلیته ایم تبدیل شد. از این خودش تبدیل شد به یکی از موضوعات بسیار گنده که بعداً بهش برمیگردیم. اصلا مخالفان دست گرفتند. دقیقاً میخواستم پیش از این از آقای محمدپور بپرسم که اینی که میگن که این کاری که این آخوند یا طلبه یا این فرد معمم در درمانگاه قومی کرده امر به معروف بوده، آیا واقعا امر به معروف محسوب میشه همچین کاری یا نه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما. عرض شد بزرگ ملک شما که امروز شاید حتی یک ساعت نشده که آقای حجاریان یه مطلبی رو منتشر کرد و نوشت که امروز سالگرد ترور منه و پیش از این خشونت طلبان و تروریست ها موقعی که میخواستن برن کسی رو ترور کنند، کسی رو بترسانن، میرفتن مجوز دینی میگرفتن، فتوا میگرفتن. حالا انگار که این تروریسم شده سکولار. ببینید اینی که میگوین امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر در فرهنگ مسلمانان عمدتا معطوف است به حاکمان، معطوف است به صاحبان قدرت. یعنی کسی که صاحب قدرت است باید از پایین توسط شهروندان کنترل بشه که دست از پا خطا نکنه. اینی که صاحب قدرت امر به معروف و نهی از منکر رو مصادره میکنه و اسباب آزار و اسباب ارعاب شهروندان میکنه، یعنی که صاحب قدرت تباه شده، تباه شده تا مغز و استخون فاسد شده، اما پشت خدا، دین و پیغمبر پناه گرفته. این چیزی که ما امروز میبینیم خشونت آمرانه است و در واقع یک جور تفکر خشونت محور حق پنداری است که گمان میکنه تمام حقیقت دستشه و چون امکانات قدرت هم در اختیارشه حق داره هر جوری که خواست با شهروندان رفتار کنه. و اینجا این موزلیه که روحانیت امروز گرفتارش شده به خاطر اینکه نه راه پس داره نه راه پیش داره، نمیتونه اینو محکوم کنه به خاطر اینکه تمام مزایا و امتیازهایی که از حکومت و قدرت و نمیدونم بهره و منافع اجتماعی گرفته از زیر همین لباسی بوده که الان داره با اون خودش رو در موضع حق قرار میده و نمیتونه موضع نگیره. یعنی موضع نگیرم آبروش میره، از هر طرفی که بره ویرانی است و گمراهی است. و این وضعیت خیلی شگفت انگیزی است که روحانیت بعد از 45 سال در ایران گرفتارش شده. خب همین میخوام دقیقاً این برنامه راجع به همین است که چرا به نظر میاد که روحانیت از 45 سال دچار همچین وضعیتی شده. خانم شفیق نظر شما چیه؟ این ویدیویی که از درمانگاه قم منتشر شد چه پیامی رو منتقل میکنه؟ ببینید من فکر میکنم که این یک صحنه نمادین بود از رودروی آخوند و مردم و اینکه یک زن بود تصادفی هم نبود و اینکه مسئله حجاب بود هم تصادفی نبود. ببینید در ابتدای در همون سالهای ابتدای قرن بیستم ایرج میرزا شاعر نامدار ایرانی در یک کلامی رو خلاصه کرده: فقیه شهر به رفع حجاب مایل نیست، که هرچه حیله کند در حجاب کند. خب همین شعر رو اگه شما ببینید که در طول 45 سال اینا تمام رذالت ها حیله ها رو در این قالب این حجاب اجباری انجام دادن، باز برمیگردیم به اون شعر ایرج میرزا که تجسم این وضعیت. اما آیا میشه گفت که خانم شفیق که 45 سال پیش قشر روحانیت در ایران مقام رفیع تری داشت نسبت به امروز؟ ببینید ما در تاریخ ایران همواره در لحظه های تاریخی مواجه با یک نوع، ببینید اولا قشر روحانیت چند دسته بوده، چنگانه و چنگونه بوده. مثلا فرض کنید در خود انقلاب مشروطه برخیشون خب حمایت کردن از انقلاب، برخیشون نه. این قشر به اصطلاح روحانیت یک دست نبوده، در انقلاب 57 هم یک دست نبوده. در واقع اون کسانی که این رو گرفتن و این ولایت فقیه رو، یعنی ولایت اون به اصطلاح عالم دینی رو برقرار کردن و این فاجعه رو وجود آوردن، اونها گروه ها یک ایدئولوژی اسلامیستی یا اسلامگرا داشتن. یعنی از خود مذهب یک ایدئولوژی درست کردن که این یک جنبه توتالیتر داره، یعنی یک جنبه فاشیستی داره. یعنی در واقع همون نکته‌ای هم که اشاره شد، وقتی که اونها میگن این ایدئولوژی نماینده صلاح و خیره و حتی خودشون دادگاه روحانیت هم درست کردن، یعنی خود جمهوری اسلامی یه دادگاهی هم برای رسیدگی به روحانیت درست کرد. و همونطوری هم که ایشون گفتن در مورد آقای حجاریان، مسئله ترور بین خودشون هم تو اصلاح طلبای خودشون هم با ارجاع به این سیستم کردن. اما این نکته که آقای حجاریان میگه سکولار شده، من فکر میکنم سکولار رو درست به کار نمیبرن. اگه منظورشون غیر دینیه که خب این میتونه یک کلام باشه، ولی تمام این سیستم ایران ضد سکولاریسم، ضد جدایی دین از دولت،
در واقع به این معنی هم این یک حکومت دینی توتالیتره که در واقع حجاب پرچم ایدئولوژیکشه. حالا نه. این صحنه چی رو نشون میده؟ این پرچم ایدئولوژیک رو این آقا گرفته و امر به معروف و نهی از منکر هم اینا به شکل ایدئولوژی در بردن و تبدیلش کردن به آتش به اختیار، کمان که در مورد خود به اصطلاح صاحبان قدرت هم می‌بینیم، یعنی این وظیفه‌شو انجام داده. این وظیفه رو کی برای این تعیین کرده؟ قدرت اسلامگرا تعیین کرده، یعنی میگه شما باید آتش به اختیار باشین. همه ترورایی هم که کردن تا حالا یه بخشش فتوا بوده، یه بخشش همین آتش به اختیار بوده، هیچ وقت هم دادخواهی درباره‌اش صورت نگرفته. بله. این صحنه نمادین این صحنه است که هم نفرت انگیزه ولی در عین حال به ما یک حقیقت رو میگه، این حقیقت که 45 ساله مردم ایران باش درگیرن. خب ترین میخواستم ببینم که از اون واکنش هایی که مرور کردی چقدر به نظر میاد که خود روحانیون مورد خطاب قرار گرفته باشن، یعنی طرف صحبت کاربران روحانیون باشن و واکنش نشون داده باشن، چه میگن دقیقا؟ هم طرفداران و هم مخالفان حکومت روحانیون رو مورد خطاب قرار دادن. یک صحنه ای هست که بهش اشاره کردی که عبا و عمامه این فرد از بدنش در میاد وقتی که داره تلاش میکنه که تلفنشو پس بگیره و این اتفاق در قم افتاده. خیلی ها این رو خیلی نماد مرکز در واقع میشه گفت که یکی از مراکز و حوزه علمی قم میتونیم که از بزرگترین مراکز تشیع هست. اونطوری که کاربران بهش گفتن زمین خودی و گفتن این باخت جمهوری اسلامی، باخت روحانیون بوده در زمین خودی. بعضی از روحانیون و بعضی از طرفداران حکومت هم گفتن که روحانیت باید سیاست زدگی رو کنار بذاره برای اینکه حالا اندک محبوبیتی رو هم که داره بتونه پیش مردم حفظ بکنه یا از دستش نده. در مقابل مخالفان حکومت هم انتقاد کردن از دخالت روحانیت در جنبه‌های مختلف زندگی مردم، در خصوصی ترین بخش‌های زندگی مردم، زمانی که به خودشون اینطوری که میگن به جای رسیده که به خودشون اجازه میدن که زنی که یک کودکی رو در آغوش داره در بیمارستان در درمانگاه احتمالاً در حال مناسبی هم نیست، ممکنه که اون بچه مریض باشه، ممکنه که اون زن پر از استرس و دلهوره باشه، به خودشون اجازه میدن در یک همچین شرایطی مزاحمت ایجاد بکنن و به حریم خصوصیشون تعرض بکنن. دقیقاً. آقای محمدپور، میدونیم که در پی انقلاب 57 قدرت در تمام عرصه‌های ایران که جمهوری اسلامی شده بود در دست یک قشر خاص، قشر روحانیت متراکم شد و به باور برخی این تراکم قدرت پیامدهایی چون دور افتادن از ارزش‌های انقلاب رو داشته، ثروت اندوزی، فساد مالی و اینها باعث شده که گویا بین روحانیت و مردم فاصله بیفته. این باور تا کجا درست؟ تعبیر رسایی است منتها با قید یه نکته، اینی که میگه اینا از ارزش‌های انقلاب دور افتادن، این به نظر من یه خورده مبالغه است و در واقع توی بافتار دیگری بررسی کردن ماجراست. به گمان من این طبقه حاکم از ارزش انقلاب، که من واقعا نمیدونم ارزش انقلاب یعنی چی، اینا از ارزش‌های انسانی دور افتادن، از ارزش‌های اخلاقی دور افتادن، از ارزش‌های فراگیری که همه انسان‌ها درک می‌کنن دور افتادن. این موردی که شما الان دارید، یه سال پیش در یه لبنیات فروشی در مشهد هم اتفاق افتاده بود که کسی رفته بود به خانمی که حجاب نداشته بود تعرض کرده بود، بعد اونجا دعوایی رخ داده بود و اون لبنیات فروشی رو بسته بودن. این ماجرا داره مرتب تکرار میشه. من فقط یه نکته بگم که نکته به نظر من نکته بسیار مهمی است که ظاهرا از قلم افتاد و اونم این است که این کسانی که تا دیروز منتظر یه فتوا و مجوز اخلاقی و شرعی بودن برای این کارشون، دیگه منتظر اینم نمیمونن. به این معنا اینا سکولار شدن، یعنی راززدایی شده از کاری که دارن میکنن، یعنی ارجاع اینها دیگه به خدا و پیغمبر و اخلاق اینا نیست. هر جوری که دلشون خواست میگن آقا ما قدرت داریم، ما صاحب حقیم، اصلا مهم نیست کاری که ما میکنیم شرعی است یا غیر شرعی است. یعنی شما اگه الان به بعضی از علما بگید میگه آقا اصلا نفس کاری که این طلبه کرده غیر شرعی است، هزار یک شبهه بهش وارده، ولی حکومتی که پشت شرع قائم شده، پشت خدا ایستاده و پنهان شده، میگه آقا این کارگار درستیه. تازه میان علی اون کسی که فیلم رو گرفته میخوان اعلام جرم کنن. آقا مشکل اینجاست، این در تمام همینطور هم شده، یعنی 4 نفر بازداشت کردن که در این فیلم منتشر کردن. خب دیگه
یعنی جمهوری اسلامی به جایی که مسئولیت قبول کنه و اونی که مجرمه رو بیاد بازخواست کنه، میره قربانی رو به گریبانش میگیره، میره اون کسانی که در واقع در موضع ضعف هستن رو داره بهشون صدمه میزنه. یعنی این نکته است که من داشتم میگفتم که امر به معروف و نهی از منکر دقیقاً شده واژگونه، پوستین واژگونه است به تعبیر حضرت علی. از دین یه چیزی ساختن برای فریب مردم، برای راهزنی، و خب البته قدرت هم در اختیارشونه. این اونجاییه که این ارعاب، این خودسری سکولاری که اینا دارن، سکولار نه به معنای اروپایی، من دوباره یادآوری میکنم، تعبیر آقای انجاریان تعبیر دقیقی بود که اینا دیگه منتظر اجازه نمیمونن. این همون آتش به اختیاری است که شما اشاره بهش شد. این آتش به اختیارها برای خودشون صاحب تشخیص هستند، صاحب اجتهادن، همشون دیگه الان میفهمن کجا دارن میکنن. این نتیجه این خالص سازی، نتیجه گام دوم انقلاب، نتیجه قدرتی است که حد و حصر نداره، نتیجه قدرتی است که این نظارت مردمی که از طریق انتخابات برش قرار بود حاکم باشه دیگه درش وجود نداره و کلا و یکسره بی معنا و از خاصیت توهی شده. خب نتیجهش میشه این دیگه و روز به روزم بیشتر میشه. خانم شفیق، این در واقع خیلی ها این نظر رو بیان میکنن که بعد از اعتراضات 1401، اعتراضات مهسا یا زن زندگی آزادی، شاهد همسوی اکثریت مطلق روحانیون با سرکوب معترضان بودیم. مثلا در دی ماه سال گذشته مدرسین حوزه علمی قم در یک بیانیه ضمن سپاسگزاری از قوه قضاییه خواهان اعدام هرچه بیشتر افرادی شدند که در این اعتراضات بازداشت شدند. آیا خود روحانیون متوجه نیستند که این اقداماتی که اتخاذ میکنند و انجام میدن فاصله رو بین خودشون و مردم بیشتر و بیشتر میکنه؟ بله، من فکر میکنم که ببینید، به همین دلیل من فکر میکنم رو واژه ها باید دقت کرد. شما مطلقا نمیتونید مسئله سکولار رو در این مورد به کار ببرید. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه یک حکومت دینی تمامگرایی اونجا هست و یک قشری از روحانیت رو هم در دیر قدرت کرده، در مناطق قدرت گذاشته، در صورتی که خود سکولاریسم به معنی یک سیستم، یعنی اینکه شما اتفاقا مذهب رو سر جای خودش قرار میدی، یعنی اون سر جای خودش قرار میگیره. مشکل اصلی اینه که این مذهب دیگه سر جای خودش نیست، منشأ قانونه، منشأش یعنی قانون شهر حاکمه، این حجاب پرچم ایدئولوژیکشه، قدرت همونه، یعنی قدرت دست همونهاست و خب این عده از قدرت خودشون دفاع میکنن. خب در نتیجه جایی برای معنویت باقی نمونه. من فکر میکنم که اساسا از همون ابتدای انقلاب، وقتی که شما کلمه انقلاب اسلامی رو بکار میبرین، پروژه انقلابی مخدوش میشه، یعنی اون چیزی که قرار بوده که به مثلا فرض کنید آزادی و استقلال گنجان، تبدیل شده به یک نوع حکومت سرکوبگر فاشیستی به یک معنایی. و خب حالا این از ابتدا بوده، یعنی اون اسلامیت این جمهوری، جمهوریت رو کاملا نابود کرده. 44 سال این موضوع ادامه داره و مردم این فرصت رو داشتن که اینو ببینن. خود آخوندها که خب همواره در ادبیات ایران یک بخش انگلی این شغل مورد برخورد بوده، ولی کسانی بودن که به مثابه روحانی مورد علاقه مردم بودن. ولی شما اگر در ضرب المثل های ایرانی حتی قبل از انقلاب نگاه کنید، میبینید که میگن اگر که اینایی که میرن بالای منبر دارن 10 تومن بهشون، 5 تومن بهشون بدی یا 2 تومن بهشون بدی، اونا دیگه نمیان پایین، حالا چه برسه به اینکه یه قدرت رو دستشون گرفت. یعنی منظورم که این بچه موضوع در ذهنیت مردم اجتماعی مردم بوده. حالا این خب، حالا اگه اجازه بدین الوعده وفا خانم شفیق به شما برمیگردم، ولی بگم که رضا انصاری راد، کارشناس فقه و حقوق اسلامی از تهران، همین حالا در ارتباط زنده با ما هستن که خوشبختانه میتونیم با ایشون هم صحبت بکنیم، از داخل کشور هستن. درود بر شما آقای انصاری راد، خوش اومدین به برنامه. میشه در واقع در ادامه این بحثی داشتیم که متأسفانه از اول نتونستیم شما رو وصل بکنیم، از این بابت پوزش میخوام، بگید که موقعیت از دیدگاه شما، موقعیت و جایگاه قشر روحانی در ایران امروز چطور ارزیابی میشه؟ ضمن سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان محترمتون، باید عرض کنم که خب در این فضای خیلی مشوش و خیلی گلالود، تقریبا اون طبقه کل روحانیت الان متاسفانه در معرض همین ابتلا وجود داره، و در حالی که فقط یک بخشی از روحانیت و یک قرائتی از اسلام که متصدی این حضرات هستند الان متولی این امر هستند و این تقابل هستند، ولی ذات جمع بستن همه روحانیت
میگم درست نیست، ولی خب اجتناب ناپذیر علی الظاهر میشه که تو این فضا نمیشه تفکیک کرد بین این قرائت و اون قرائت. ولی به هر حال اکثریت اقلیتی وجود داره بین روحانیت هم. واقعا اکثریت با قرائت رسمی نیست، اکثریت با این قرائت رسمی نیست، ولی خب در چون مصادر قدرت رو و مصادر این مناسب رو در اختیار دارند بیشتر تو چشم هستن و به این دلیل به عنوان اکثریت تلقی میشن، وگرنه اکثریت نیستن. ولی حالا در هر صورت این قرائت داره این کار رو میکنه و این تقابل رو ایجاد کرده، ولی این در تاریخ اسلام خیلی امر منحصر به فردی هم نیست، سابقه هم داره که همون عصر محنت که دوره مأمون عباسی و اون قرائت معتزلی رو و بحث قدیم حادث بودن قرآن رو مطرح کردن و بعد همه علما رو در معرض امتحان قرار دادن و حتی هر کس که این رو پاسخ مقبول حکومت رو نمیداد مورد ضرب و شتم و محرومیت و اصلا از حیز مناسب ساقطش میکردن. آقای انصاری‌زاده، شما چون خودتون در گذشته پیشتر خودتون مؤمن بودید، میخوام این سوال بکنم که برخی به شوخی یا به جد میگن که اگر همه چیز دنیا جمع میشدن نمیتونستن روحانیت شیعه رو در ایران به اون اندازه خراب بکنن که جمهوری اسلامی خراب کرده در طول این 45 سال. نظر شما چیه؟ حالا چون در آخر در مثل مناقشه نیست، انصافاً هیچ چیزی به این توانایی نبود که این مشکل رو برای روحانیت درست کنه که این اختلاطش با قدرت و اصلا تصاحب قدرت و متولی حکومت شدن این بساط رو برای روحانیت درست کرده. این حرف درستی است، خیلی حرف نادرستی نیست، و اگرچه یک مقدار اغراق درش هست ولی حرف نادرستی نیست. ولی کلن ولی روحانیت همونجور که من نمیخوام الان بحث لفظی بکنم و بحث خیلی ریشه‌ای بکنم، ولی در کلیتش اگر قیاس بکنید این رویه منحصر در روحانیت شیعه یا روحانیت اهل سنت یا روحانیت اسلامی نیستش. این در تمام فرق و ادیان وقتی که روحانیت قاطی قدرت سیاسی شد این مشکل رو براش پیدا شد، چون مباحث معنوی با مباحث دنیوی قاطی شدنش این مشکلات رو داره، همونجور که کلیسا این دوره رو گذرونده و الان حرف نشده ولی بالاخره شکل کارش فرق داره. بر مبنای نظرسنجی اخیر که انجام شده، از جمله نظرسنجی اخیر حکومتی جمهوری اسلامی که محرمانه بوده، میبینیم که اعتقاد مردم به روحانیت در ایران رو به کاهش هست. آقای محمدپور، نظر شما چیه؟ آیا واقعا در طول این 45 سال جمهوری اسلامی باعث شد، با عملیاتی که انجام داده، باعث شد که اعتبار قشر روحانیت کاهش پیدا بکنه؟ بدون هیچ شکی، من هیچ تردیدی ندارم که این اتفاق افتاده. من تنها یه نکته‌ای که اضافه می‌کنم در حاشیه سخنان آقای انصاری، اونم این است که این ماجرا از اینجا آب نمی‌خوره که روحانیت با قدرت اختلاط پیدا کرده. ماجرا از اینجا شروع میشه که روحانیت از اخلاق دست کشیده، چون در مصدر قدرته به یه جایی رسیده که آقا دیگه اخلاق بی معناست، اینی که ما قدرت داریم پس حق داریم هر کاری بکنیم. یعنی اینی که شما این مبنای این سخن این است که آقا ما یه راهی رو باید طی کنیم برای مدرن شدن، برای امروزه شدن، و اون راه همون راهی است که اروپاییان رفتن. باید حکومت رو از سیاست جدا، حکومت رو از دین باید جدا کرد، که سخنی است معقول با قید این نکته که آن چیزی که در روابط اجتماعی باعث میشه این زمامداری سلامت باشه اینه که یک نوع اخلاقی حاکم باشه که برای حقوق شهروندان ارزش قائل بشه. حالا شما میتونید در ذیل دموکراسی یا سکولاریسم این کار انجام بدید، میتونید در ذیل یه تفکر مسلمانی این کار انجام بدید، اما این نکته بیشک نکته مهمی است که جمهوری اسلامی اعتبار تاریخی خود، تاریخی روحانیت شیعه 12 امامی رو به شدت مخدوش کرده. یعنی شما نگاه کنید یه حکومتی که از دوره صفویه شروع میشه تا امروز دوام آورده و بالاخره کما بیش حالا با تمام نقدایی که میشه از جمله همون اشاراتی که خانم شفیق کردن به شعر ایرج میرزا، یعنی این تصویر
طبقه روحانی عمدتا تاثیر مثبتی نبوده. توی دوره محدودی چه بسا شاید اول انقلاب برای بخشی از مردم به خاطر که اینها نماینده مبارزه با ظلم و استبداد و نمیدونم تباهی در جامعه بودن، الان خودشون شدن تجسم عینی ظلم و استبداد. اینه که باعث نابود شدن اینا. حالا چون داریم نزدیک میشیم به پایان برنامه، میبینم که آقای انصاری را دارن سر تکون میدن، اگه نظری دارید لطفاً خیلی کوتاه بفرمایید که بعداً به خانم شفیق بپردازیم. فقط می‌خواستم بگم که این که من می‌فرمایم که اخلاق رو دف کشیده، دقیقاً این اقتضای قدرته. وقتی شما معنویت رو با قدرت ترکیب بکنید تو پای توجیه باز میشه. اون خودش خیال نمی‌کنه که اخلاق دف کشیده، بلکه این کار غیر اخلاقیش رو توجیه شرعی می‌کنه و شما اخلاق قربانی میشه. بعدم من به شما بگم روحانیت چیه؟ نیست که در بیشترین هزینه رو پرداخت میده، بلکه این لباس یعنی سمبل روحانیت هست که این بیشترین نماد روحانیت. متوجهم. خانم شفیق میشه کوتاه چون پایین برنامه هست بفرمایید که از دید شما چه راه چاره‌ای برای روحانیت در ایران وجود داره برای بقای قدرتش، برای بقای خودش؟ کوتاه لطفا. دقیقاً من در ادامه بحثی که شد همین میگم، یعنی اصلا مسئله اخلاق به اون معنی نیست. این مسئله اینه که برای بازگشت اینکه یک نوع باید روحانیت سر جای خودش باشه، باید دین و دولت از هم جدا بشن. هیچ رمینم تحت لبای هیچ مذهبی نمیشه انجام ده، یعنی باید به لحاظ قانونی شر به کنار، همین فقیه شر به رفع حجاب مایل نیست که هرچه حیله کند در حجاب کند. خب این نه، یعنی در لبای این انجام میده، این لبا باید برداشته بشه و بعد روحانیت یا مثلا فقها سر جای خودشون قرار بگیرن. حکومت باید کاملا سکولار بشه و باید قوانین جهان شمول حقوق بشر و مسئله آزادی زنان به رسمیت شناخته بشه. ببینید همیشه رو در روی جامعه و آخوند از طریق مسئله زنان بوده. نگاه کنید در اون موقعی که مدرسه های دخترانه رو ترسیدن، در اون موقعی که سر کشف حجاب اون جنجال ها رو به راه انداختن و همه مسائلی که در این دوره شده، ما می‌بینیم که این رودرویی بین آخوندها و زنان رودرویی جامعه هست با دموکراسی، با حقوق بشر، با حقوق زنان. فکر می‌کنم ما بازگشت به این هست. با سپاس از شعلا شفیق، داریوش محمدپور، رضا انصاری راد و همینطور همکارم ترانه ترانه فتحعلیان اینجا در استودیو، رسیدیم به پایان برنامه. پنجشنبه آینده هم چشم به راه شما هستم، درباره برآیند سال 1402 گپ و گفتی خواهیم داشت. پس این واپس این روزهای سال هم زندگی بکن.